سرخط خبرها. آغاز گفتگوها میان جمعیت اسلامی و حکومت. حزب جمعیت کنار رفتن عطا محمد نور را مشروط ساخت. کنار رفتنش مشروط گذاشتیم به یک سلسله شرایطی که او را جانب ارک میفهمه. بسار بازی برشون گفتیم. پافشاری امریکا بر عملی شدن خواسته هایش از سوی پاکستان. جیمز ماتیس از اسلام آباد می خواهد بر ضد هراس افغانان اقدام کند. لحظه شماری برای رسیدن به یک ادعای کلان. نظامیان کشور 3 ماه پرچالش در پیش خواهند داشت. هدفی است که در او ساحاتی که در سال جاری دشمن بیشترین حرکت داشت و در او ساحت ناامنی بود، این ساحات باید به کلی از بین برده شود، پاکسازی شود. و هشدار ترامپ با مخالفان تصمیمش در مورد بیت المقدس. For all of these nations that take our money and then they vote against us at the Security Council. آمریکا کمک‌های مالیش را قطع می‌کند. به نام خدا، سلام و شبتان بخیر. با خبر 53 از یک خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. حزب جمعیت اسلامی میگوید برای پذیرش کنار رفتن عطا محمد نور از ولایت بلخ شرایط را به ریاست جمهوری فرستاده است و امیدوار است هر چه زودتر این شرایط پذیرفته شود. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید گفتگوهای نخستین نیز میان هیئت ریاست جمهوری و این حزب آغاز شده است. همزمان وزارت امور داخله میگوید موضع‌گیری 2 مقام ارشد پلیس بلخ به نفع عطا محمد نور خلاف قانون است و به زودی در مورد آنان تصمیم گرفته خواهد شد. اینکه شرایط جمعیت اسلامی چیست و موضوعات دیگر در پیوند به همین گزارش را از در گزارش از سجاد محمدی میبینیم. به نظر میرسد حزب جمعیت اسلامی و حکومت روی گزینه میانی برای کنار رفتن عطا محمد نور از ولایت بلخ کار میکنند. جمعیت اسلامی شرایطش را برای کنار رفتن عطا محمد نور به گونه نوشتاری بر ریاست جمهوری فرستاده است. منابع میگویند جمعیت اسلامی 3 شرط را مطرح کرده است. نخست، به جای عطا محمد نور باید از میان این 3 تن فرهاد عظیمی، اسحاق رهگذر و علمخان آزادی یکی به عنوان ولی بلخ تعیین شود. این 3 تن از نزدیکان آقای نور هستند. دوم، وظیفه سفیران افغانستان در تاجیکستان و بنگلادش که از سوی عطا محمد نور معرفی شده بودند از تعلیق بیرون شود. و سوم، در وزارت‌های معارف و اقتصاد افراد حزب جمعیت اسلامی معرفی شوند. ما 2 پایه یک موزه نکردیم که قطعا ولی بلخ باید همیشه اینجا باشه. کنار رفتنش مشروط گذاشتیم به یک سلسله شرایطی که او را جانب ارک میفهمه. بسیار بازی برشون گفتیم. خب این حال ما دروازه بسیار مذاکره و تفاهم گشودیم. گفتیم ما آماده هستیم صحبت بکنیم. این ریاست جمهوری است که تصمیم میگیره. زور میگه یا از روی مفاهمه و گفتگو مشکل حل میکنه؟ شرایط افغانستان تا حدی نیست که هر دو طرف تشنج ایجاد بکنن، جنجال ایجاد بکنن. باور من این است که رفت آمدها شروع شده، میانجیگری آغاز شده و به تفاهمی مثلا انشاءالله پایان میابد. ریاست جمهوری در این باره چیز نمیگوید. در همین حال شورای ولایتی کندهار و زابل برکناری عطا محمد نور را خلاف توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی میدانند. دولت خو قانونی پره نو راغلی، پره ندی راغلی، خو سامونه و سامی شراکت و تشنج تا هیچ جانب هیچ دل بید لمن و نوی مذاکره لاری دا خبر بید حل. ما به نمایندگی از منصوبین پلیس بلخ هر نوع آمادگی خود نشان میدم. یونیفرم و رتبه جنرالی و تمام موقف چوکی خود فدای رهبر محبوب خود میسازه. علی جنرالی و پیسه و موتر و گپا و گپای زمانی است. تیر هستم. هر جایی که هر کس گاه حوالی نفر استاد میشه خونی میرزم بنده فکر است. همزمان این گونه موضع‌گیری فرمانده لوای 6 پلیس نظم عامه در شمال و آمر امنیت بلخ به حمایت عطا محمد نور واکنش‌های را برانگیخته است. در قوانین نظامی
اصلا هر قدمه که از قدمه بالاتر خود از اوامرشان سرپیچی بکنن، او باید اصلا محکمه سرایی شوند، جا با جا در اونجا محکمه دایر شوند، تصمیم سرشان گرفته شوند، یونوپرمش خوب همو لحظه باید کشیده شوند، حتی در بعضی موارد تا سطح اعدام باید تعقیب شوند. وزارت امور داخله هم از برخورد جدی با این دو مقام پلیس سخن میزند. بزودترین فرصت هم را اینا برخورد قانونی میشه، چون این عمل اینا خلاف تمام قوانین است. اما عامر امنیت بلخ هنوز هم از گفته هایش دفاع میکند. ما یک دایش و طالب تعریف و توصیف نکردیم، یک خدمتگاری که در 400 در بلخ خدمت کردن، با مردم خود خدمت کردن در راستای بازسازی، در راستای تامین امنیت. ما او را گفتیم که معتد میکنیم در هر حالتی که او باشه، چی در موقف باشه چی در نباشه، دوست شخصی ما است، ما دوستش دارم، رفیقش هستم، رفیق شخصی ما است. اکنون باید دید که حزب جمعیت اسلامی و ریاست جمهوری آیا به توافق دست خواهند یافت. امریکا یک بار دیگر از پاکستان خواسته است تا در برابر هراس افغانان بویژه رهبری این گروه ها در خاکش اقدام کند. جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا میگوید که کشورش در همکاری با نظامیان افغانستان گام های عملی را برای از بین بردن هراس افغانان در افغانستان روی دست گرفتند و جامعه جهانی از پاکستان انتظار دارد تا پاکستان هم نیز همانند افغانستان در برابر رهبری طالبان و شبکه حقانی در خاکش روی اقدامات را روی دست گیرد. همزمان وزارت امور داخلی کشور میگوید که اسلام آباد تا کنون هیچ گامی را برای از بین بردن مراکز هراس افغانان در خاکش نبرداشته، اما هشدار می‌دهد اگر جامعه جهانی فشار بیشتر بر این کشور وارد نکند، دامنه هراس افغانی در منطقه پهن‌تر خواهد شد. شما و گزارش از اماد روستایی. مراکز و پناهگاه‌های امن هراس افغانان در خاک پاکستان سال هاست سبب دوام جنگ در افغانستان شده است. گروه های چون شبکه حقانی، القاعده، طالبان و حتی داعش که آزادانه از آن سوی مرز به کشور می آیند و آتش جنگ را در بسیاری از ولایات کشور شعله‌ور نگه داشتند. به تازگی جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا که به پاکستان رفته است از مقام های این کشور خواسته تا عملیاتی را بر ضد هراس افغانان به ویژه رهبری طالبان و شبکه حقانی روی دست گیرند. طالبان در چند ماه گذشته بخش های از افغانستان را تصرف کرده و ساحه نفوذشان را گسترش دادند. بنابراین نظامیان امریکایی در افغانستان این گروه را به شدت هدف قرار خواهد داد و همزمان از پاکستان می خواهیم که اقدامات عملی را بر ضد شورای رهبری طالبان و شبکه حقانی در خاکش بردارد تا این گروه ها مجبور به پذیرش گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شوند. در همین حال کابل نیز از جامعه جهانی به ویژه امریکا انتظار دارد تا از هر راه ممکن بر اسلام آباد فشار وارد کند تا پاکستان گام های عملی را برای از بین بردن هراس افغانان در خاکش روی دست گیرد. متاسفانه ما تا امروز هیچ حرکت مثبت از نظامی های پاکستان در امر مبارزه با تروریسم نداریم. هنوز هم این مراکز در خاک پاکستان است و توقع جدی ما است که بالای پاکستان فشارهای بیشتر وارد شود تا یکی اینو این مراکز بسته بکنند. تا زمانی که مراکز در خاک پاکستان بسته نشه، افغانستان چه که تعدادی از کشورها از فعالیت‌های تروریستی آسیب می‌بینن و ما نگران هستیم و تشویش بسیار جدی داریم. وزیر دفاع آمریکا در سفر اخیرش به پاکستان ظاهراً هشداری برای پاکستان نیز داشته است. آن همین که آمریکا برنامه جدی برای هدف قرار دادن طالبان دارد و هراس افغانان را ممکن در هر جا هدف قرار دهد. تیارات افشانده ای را که تابال پولیش پاکستان نپرداخته باید ایرو دوباره پس مسترد نکرد تا پاکستان واقعا میفهمد که فشار بالای موجود داره. در زمان پاکستان خود تغییر داده میتونه که واقعا فشارهای بین المللی خصوصا قدرت های جهان بالای از واقعا قرار داشته باشه. خدا کنه که فشار از عملی نتیجه مثبت بده مثل فشارهای سابقه نباشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی نیز تاکید کرده است که راهبرد نظامی کشورش برای افغانستان تغییراتی را در میدانهای نبرد به میان آورده است و یک بار دیگر از پاکستان خواسته تا در برابر هراس افغانان در داخل خاک این کشور اقدام جدی کند.
هرچند مقام‌های پاکستانی برای مبارزه با گروه‌های هراس افغان در خاک این کشور تاکید کردند، اما دیده می‌شود که اسلام آباد به گوشزدهای مقام‌های آمریکایی تا هنوز چندان ارزش قائل نشدند. نظامیان کشور تا 3 ماه آینده مناطق تحت اداره مخالفان مستعلی دولت در سراسر کشور را پاکسازی می کنند. در بخش‌هایی از کشور همکنون عملیات زمستانی نظامیان آغاز شده است. همزمان با این نظامیان کشور در ولسوالی امام صاحب کندوز استراتژیک ترین سنگنهای مخالفان مسلح دولت را به تصرف خودشان درآوردند. گزارش می بینیم از بشیر احمد قاسانی. مخالفان مسلح دولت در ولسوالی امام صاحب کندوز مستحکم ترین سنگرهایشان را از دست دادن. طالبان در این ولسوالی تونل های افر کرده بودند که چندین روستا از طریق این تونل ها با هم وصل می شدن. برای قماندان دیم آمد. بسیار خطرناک سنگرها جور کرده بود. در نتیجه عملیات کماندوها در ولسوالی امام صاحب کندوز، روستاهای قرقز، جوی بیگم، نواباد و کنجک از وجود طالبان پاکسازی شده است. نظامیان کشور بسیاری از سنگرهای طالبان را تخریب و برای خودشان سنگرهای جدید می سازند. از سوی وزارت داخله از پاکسازی مناطق تحت کنترل طالبان تا پایان زمستان سال روان سخن می زند. عملیات های زمستانی آغاز شده در اکثر نقاط افغانستان و این عملیات ها تا 3 ماه که پیش روی ما صدامه پیدا میکنه، به خصوص هدفی است که در او ساحاتی که در سال جاری دشمن بیشترین حرکت داشت و در او ساحه ناامنی بود، این ساحات باید به کلی از بین برده شود، پاکسازی شود تا اینکه ما در فصل نو، در بهار نو، این مشکلاتی که در سال جاری داشتیم را نداشته باشیم. عملیات زمستانی نظامیان کشور در حال راه اندازی می شود که پس از پاکسازی مناطق تحت اداره مخالفان مسلح دولت، نظامیان کشور از این مناطق بیرون می شوند که با بیرون شدن آنها مخالفان مسلح دولت دوباره به فعالیت هایشان در این مناطق می پردازند. همزمان با این، در پی عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار دست کم 60 داعشی کشته و بیش از 50 تن دیگرشان هم زخمی شدند. مقام های امنیتی در ننگرهار میگویند در پایان عملیات بیش از 50 روستا نیز در این ولسوالی از حضور این گروه پاکسازی شده است. همزمان این مقام ها تاکید دارند که پس از پاکسازی ولسوالی خوگیانی در راه رفت آمد داعشی ها پاسگاه های را ایجاد خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از تقی‌الله تقی که از ننگرهار فرستاده. دو هفته است که ولسوالی خوگیانی در ننگرهار گواه نبردهای سنگین میان نیروهای امنیتی و داعشیان است. نیروهای امنیتی در این عملیاتشان از راه زمین و هوا داعشی ها را هدف قرار می دهند. شپیته و نزیاد داعشیان پکی لمنزت لیلید یا لپنزوس نزیاد پکی تپیان دید. همداسې په لسهاو میله خفیفه سله د ګډو امنیتي ځواکونو غنیمت کړې ده او په لاس باندې ورغلی. په دې عملیاتو کې زموږ یو تعداد سربازان ساتمنان زخمیان دي چې انشاءالله د هغوی وضعیت ډېر د تشویش وړ نه ده. در این دو هفته نیروهای امنیتی بیش از 50 روستا را نیز از اداره داعشی ها بیرون کردند. 51 قریه مختلف و نامهای مختلف است، تمامنش از دست نیروهای بدنام ترورست داعش تصفیه و تلاشی شد و اونها به طرف کوههای تنگی وزیر فرار کردند و فعلا نیروهای امنیتی اونها را تعقیب داره. این نیروها تاکید دارند که برای نگهداری بهتر از بخشهای به دست آمده در آن بخشها پاسگاه هایی را نیز ایجاد خواهند کرد. د مخالفین د تګ راتګ لاره په باندې نیول کیږي او بندیږي. اهمیت هم سرحدي او موږ هسې کو چې هلته موږ پوستې ایجاد کړو تر څو چې د مخالفینو د تګ راتګ مخه ونیسو. نیروهای امنیتی در حالی بیش از 60 داعشی را در این ولسوالی ننگرهار از بین میبرند که 7 ماه پیش، زمانی که نیروهای آمریکایی بزرگترین بمب غیرهسته‌ای را در ولسوالی اچین این ولایت پرتاب کردند، گفتند که گروه داعش در این ولایت از بین رفته است. مسئولان در مکتب‌های افغان ترک خواهان رهایی فوری
یلماز آیتن هماهنگ کننده امور تعلیمی این نهاد شدند. آنان بازداشت این شهروند ترکی را از سوی امنیت ملی بدون ارائه مدرک غیرقانونی و در مخالفت با قانون اساسی می دانند. 9 روز پیش امنیت ملی این فرد را در منطقه پروژه تایمانی کابل بدون ارائه معلومات لازم بازداشت کرده است. گزارش می بینیم از رابعه سادات. از ارائه خدمات آموزشی معیاری تا بازداشتگاه امنیت ملی، سرنوشت آموزگاران مکاتب افغان ترک در افغانستان. 9 روز پیش در آستانه سفر رئیس جمهور غنی به ترکیه، امنیت ملی کشور شماری از آموزگاران مکتب‌های افغان ترک در کابل را بازداشت کرد. ظاهرا این بازداشت‌ها در پی فشار حکومت ترکیه بر کابل است. مدیریت مکتب‌های افغان ترک توسط اعضای گروه خدمت صورت می‌گیرد که از جانب انقره متهم به کودتای ناموفق در ترکیه هستند. بارها حکومت اردوغان از کابل خواسته است که مدیریت مکتب‌های افغان ترک را به حکومت ترکیه انتقال دهد و آموزگاران این مکتب که مربوط به حرکت خدمت به رهبری فتح الله گولن است را به ترکیه بسپارد. حالا شماره که خود را عضو کمیته والدین دانش آموزان مکتب های افغان ترک می خوانند با دادخواهی از حکومت می خواهند که یک آموزگار در بند مانده ترک را رها کند. من نهایت متاثر هستم که یکی از بهترین استادای از این مکتب یک تعداد گرفتن 4 نفر اینا سلب آزادی کردن و او را کاملا غیر قانونی و به شما با تمام مسئولیت میگم که هیچ نوع دلایل، اسناد و شواهد در سلب آزادی از این مردم نبود. اینان بازداشت یلماز آیتن هماهنگ کننده امور تعلیمی مکتب‌های افغان ترک را غیر قانونی و در مخالفت با قانون اساسی کشور میدانند و بر رهایی فوری او تاکید دارند. در نشست امروزی دو موضوع مشخص بود که رویش بحث شد. یکی انتقال مدیریت مکاتب، دو بحث رهایی یک تن از استادای ما که فعلا در بازداشت در نظربند خانگی بسر میبرن. موز در تولنی در ضرورت پر اساس، در ارتیا پر اساس، در مجبوریت پر اساس راولار شوی او د قانون په مهد د یک شي د خپل اولاد د دې وطن د اولاد د خپل میلمنو نه تنها میلمنه زه ورته وایم چې د افغانستان د اسلام د حقوقو څخه تاسو خبر یاست. حرکت خدمت که از جانب روحانی مشهور فتح الله گولن رهبری می شود متهم به راه اندازی کودتای اخیر ناکام در ترکیه است. حکومت ترکیه این گروه را هراس افغان می خواند و در پی بازپرس اعضای این گروه در تمام جهان است. این گروه در افغانستان مکاتب افغان ترک را مدیریت می کنند و به گفته نهادهای حکومتی 160 عضو این گروه در افغانستان حضور دارند. ظاهرا حکومت کابل تا هنوز برای خواستهای مکرر انقره در مورد سپردن اعضای این گروه به حکومت ترکیه پاسخ مثبت نگفته است. وزیر خارجه ازبکستان در سفر یک روزه وارد کابل شد. وزیر امور خارجه ازبکستان در این سفر با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی دیدار و گفتگو کرد. بحث روی اجرایی کردن 20 تفاهم‌نامه میان ازبکستان و افغانستان به ویژه ساخت راه آهن شمال غرب افغانستان و مبارزه مشترک با هرس افغانی هدف این سفر عنوان شده است. در پایان این سفر وزیر خارجه ازبکستان با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. درباره احداث خط آهن مزار شریف هرات که به همکاری کشور دوست جمهوری ازبکستان صورت میگیرد و همچنان تمدید لاین برق از سرخان ازبکستان با پلخمری در افغانستان به ظرفیت 1000 مگاوات بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در بیرون از افغانستان هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد که حمایت مالی به کشورهایی را که به قطعنامه ضد آمریکایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پیوند به مسئله بیت المقدس رأی مثبت دهند قطع خواهند کرد.
آقای ترامپ میگوید برخی کشورها صدها و حتی میلیاردها دلار از آمریکا کمک مالی دریافت میکنند، اما در عین زمان علیه واشنگتن اقدام میکنند. روز گذشته نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز گفته بود واشنگتن اسامی کشورهایی را که علیه آمریکا رای دهند یادداشت میکند. در پی لرزش زمین در ایران شب گذشته یک تن کشته و 97 تن دیگر زخمی شدند. مقام های ایرانی اعلام کردند که این زمین لرزه با بزرگی 5.2 درجه ساعت 11:27 دقیقه شب گذشته تهران و بخش از این کشور را تکان داد. از خسارات این زمین لرزه جزئیات منتشر نشده و سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران نیز گفته است که تاکنون در این شهر هیچ مورد تخریب ساختمان و خسارات مالی گزارش نشده است. در بخش ورزش هم فدراسیون تکواندوی ITF کشور مدرک مربیگری جهانی را به دست آورد. در دنیای فوتبال هم یکسو بایرن مونیخ در برابر طلایی پوشان دورتموند به پیروزی رسید و سوی دیگر چلسی صعود کرد، اما یونایتد حذف شد. این رویدادها را با ادیس فاروقی دنبال میکنیم. فدراسیون تکواندوی ITF افغانستان مدرک مربیگری جهانی را به دست آورد. پس از پایان یک دوره آموزشی، 5 مربی این فدراسیون به مدرک مربیگری جهانی دست یافتند و نیز 30 ورزشکار این رشته هم درجه کمربند قهرمانی را به دست آوردند. این کورس آموزشی از سوی سازمان جهانی تکواندوی ITF در ازبکستان برگزار شده بود. سرویس خبری 5 و 3 هم در همینجا به پایان رسید. ممنون که با یک همراه بودید. بقیه شبتان خوش.